بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مخاطبین عزیز با آموزش آشنایی با روش معاملاتی پرایس اکشن برای ورود به بازارهای سرمایه در خدمت شما عزیزان هستم بنده محمد صفار تحلیلگر بازارهای مالی در ابتدا نگاهی کلی به روند آموزشمون خواهیم داشت و مفاهیم و مطالبی رو که قرار هست با همدیگه در این دوره آموزشی دنبال کنیم رو اشاره کلی بهش خواهیم داشت در ابتدا به معرفی پرایس میپردازیم اینکه چه روش هایی رو به عنوان استراتژی های کلی ورود به بازارهای مالی میتونیم در نظر بگیریم و پرایس اکشن در مواجهه با بقیه استراتژی های موجود چه ویژگی ها و چه خصوصیت های منحصر به فردی داره در این بخش مورد بررسی قرار خواهد گرفت بعد از اون لازم هستش که ما اجزا و المان های پرایس اکشن رو بررسی کنیم در زمان بررسی این اجزا یاد خواهیم گرفت که ساختار عملکردی پرایس اکشن به چه صورتی هستش و اگر قرار هستش که ما به یک معامله در بازارهای مالی تبدیل بشیم و دانش و آگاهیمون رو بر پایه پرایس اکشن بنا کنیم لازم هستش که از چه ابزارها و المانهایی برای کارمون استفاده کنیم و بعد از اون همانند هر روش معاملاتی مزایا و معایب اون رو بررسی خواهیم کرد ما باید بدونیم که ابزاری رو که میخواهیم ازش استفاده کنیم و اون رو در معاملات ازش بهره برداری کنیم چه ویژگی های خاصی داره و نقاط قوت و نقاط ضعف اون به چه صورت هستش بعد از اون میتونیم به راحتی تصمیم بگیریم که آیا پرایس میتونه نیازمندیهای های ما رو در دنیای معامله گری کنه آیا ما صرفا با دونستن علم پرایس اکشن میتونیم به شروع فعالیت معامله گری بپردازیم و عمر معامله گریمون رو افزایش بدیم یا اینکه نیاز هستش در کنار استراتژی یا روش تحلیلی پرایس اکشن از روش ها و استراتژی های دیگه هم بهره برداری کنیم سعی میکنیم این مجموعه مفاهیم رو به صورت دسته بندی شده و مشخص و در قالب اسلاید های متوالی با همدیگه بررسی کنید. شاید از جمله روش های قدیمی و قابل استفاده در فضای معاملاتی روش تحلیلی و یا تکنیکال انالایزز هستش. اجزاء اصلی این روش یا استراتژی بر پایه پرایس چارتس و یا الگوها و نمودارهای مختلف هستش این الگوها در بازار به کررات اتفاق خواهند افتاد و این تکرار الگوها به صورت مکرر و متوالی معاملگران تکنیکالیست رو کمک میکنه تا بتونن با شناسایی و استفاده از الگوها به سودهای قابل ملاحظه در بازار مالی برسند این الگوها با استفاده از اندیکاتورها و اوسیلیتورها که ابزارهای تحلیلی نامیده میشند مورد ارزیابی قرار می گیرند. پس در روش تکنیکال صرفا ما بر اساس علم آمار و احتمالات و فعالیت خودمون رو دنبال میکنیم خطوطی رو که به عنوان خطوط حمایت و مقاومت در روش تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند با استفاده از اندیکاتورها و اوسیلیتورها و در کنار اون وضعیت الگوهایی که متناوبا داره در بازار تشکیل میشه به دست میاد پس اگر در یک تعریف کلی بخوایم روش تحلیلی یا تکنیکال انالایزز رو تعریف کنیم میگیم که در اینجا ما مستقیما به سراغ اعداد، الگوها و ابزارهای تحلیلی میریم که بر پایه اونها مقادیر سود، ضرر، نقاط ورود و خروج از معاملاتمون رو تعیین میکنیم. دومی روشی که در اینجا مورد بررسی قرار میدیم روش بنیادی و یا فاندامنتال انالایزس هست. همونطور که از اسم این روش برمیاد ما در اینجا با پارامترهای کلان و تعیین کننده اقتصاد، صنعت و دورنمای وضعیت متأثر از عوامل سیاسی و اجتماعی هستیم. به عنوان اولین پارامتر، پارامترهای اقتصادی در روش بنیادی میتونن تعیین کننده وضعیت بازار باشند در واقع شاخص های اقتصادی مثل رشد اقتصادی نرخ بیکاری نرخ بهره و سایر عوامل مرتبط با اقتصاد کلان از جمله عواملی هستند که عملکرد شرکت ها و نوع و شکل کندل هایی رو که در بازار ایجاد میشه تشکیل میدن پارامتر دوم پارامتر سیاسی هستش عوامل سیاسی و اجتماعی که میتونه تغییر در سیاست کلان، قوانین، رویدادهای اجتماعی و فرهنگی و موضوعاتی از این دست باشه عملکرد شرکت و بازارهای مالی رو متأثر از خودش میکنه و کندل رو برای ما در بازار ایجاد میکنه که ناشی از ترکیب پارامترهای سیاسی و پارامترهای اقتصادی هستش و در نهایت ما پارامترهای مالی رو داریم این پارامتر میتونه داده هایی رو مانند درآمد، سود، میزان نقدینگی و سایر اطلاعات مالی شرکت ها رو به خودش تخصیص بده و در نهایت ما ترکیب این سه پارامتر رو تأثیر گذار در وضعیت نهایی بازار میدونیم. پس طور که از اسم این روش مشخص هست معمولا ما در جاهایی که برنامه های دراز مدت برای انجام معاملاتمون داریم میتونیم از روش های بنیادی استفاده کنیم و افرادی که در حوزه اقتصادهای کلان مطالعه و تحقیق میکنن قطعا افرادی هستند که در این بازار میتونن پیشبینی ها و نگاه های صحیح تری رو به آینده ای بازار داشته باشند. ما در اینجا صرفا به دو روش کلی و اساسی اشاره کردیم که اون دو روش روشی تکنیکال و روش فاندامنتال بودند روش های دیگه هم در این بین وجود داره ولی با توجه به اینکه ما هدفمون مقایسه وضعیت کلی بازار و تأثیر گذاری پارامترهای کلیدی در ایجاد و چینش کندل های مختلف هست سعی می کنیم روش های جزئی رو بهش نپردازیم و در کنار اون دو روش اصلی که صحبت کردیم روش پرایس اکشن رو هم توضیح بدیم روش پرایس اکشن به حسب ابزار تحلیلی مبادرت کرده در واقع در این روش دیگه از ابزارهای فنی پیچیده خبری نیست ما با شاخصها و نمودارهایی که در بخش تحلیل تکنیکال باهی سر کار داشتیم در اینجا ارتباطی رو برقرار نخواهیم کرد. در کنار اون نیازی به بررسی پارامترهای اقتصادی کلان وضعیت سیاسی یک مجموعه عمل کردی و در کنار اون نگاه بنیادی به سیاست های کلی یک مجموعه هم نخواهیم داشت. در اینجا صرفا تحلیل رو بر پایه رفتار بازارگردانان انجام میدیم. در واقع در روش پرایس اکشن بر این باوریم که اگر قرار باشه ما سطوحی رو بخوایم در بازار مشخص کنیم این سطوح صرفا بر اساس کندل ها و چگونگی قرارگیر اونها در کنار همدیگه ایجاد میشن ما لازم نیست که بدونیم به طور مثال این کندل بزرگ ناشی از چه تأثیری در نرخ بیکاری و یا نرخ بهره بانکی داره و یا در کنار اون لازم نیست که ببینیم چه اندیکاتوری و یا چه اسیلیتوری باعث پیشبینی چنین رفتاری شده ما با نگاه کردن به کندل ها و میزان تغییراتی که در اونها ایجاد میشه رفتار بازارگردانان اصلی بازار رو رصد می کنیم و در نهایت با دونستن این وضعیت به انجام معامله در بازار خواهیم پرداخت. در درس گذشته به سه روش اصلی در چگونگی تحلیل وضعیت بازار پرداختیم. روش تحلیلی یا تکنیکال، روش بنیادین و یا فاندامنتال و در نهایت روش پرایس اکشن رو معرفی کردیم. در این درس عناصر و علمان های اصلی پرایس اکشن رو میخوایم با هم دیگه مرور کنیم اولین شاخصه و یا عنصر اصلی پرایس اکشن به کندل ها مربوط میشه کندل ها نمایانگر حرکت قیمت ها در یک بازه زمانی خاص هستند و در اون بازه اطلاعات مهمی رو در اختیار ما قرار میدن این بازه زمانی با توجه به نوع کارگزاری و یا بروکری که شما انتخاب میکنید میتونه متفاوت باشه کارگزارها میتونند تغییرات قیمت را در محدود های یک دقیقه ای، پنج دقیقه ای، پانزده دقیقه ای، سی و چل و پنج دقیقه ای و حتی تایم فریم های بالاتر یک ساعته، چهار ساعته، روزانه، هفتگی، ماهانه و یا سالانه به شما نشون بدن. در برخی از کارگزاریها، ها تایم فریم ها یا قاب های زمانی بازه های متفاوت تر و متنوع تری رو به خودشون تخصیص دادن پس همونطور که ملاحظه می اولین عنصر خود کندل هست بدون اینکه ما بخواهیم محاسباتی رو بر روی اون انجام بدیم به صورت بصری میتونیم وضعیت کندل ها رو رصد کنیم پارامتر دوم که از ترکیب عنصر اول به دست میاد ایجاد روند و یا چگونگی چینش کندل ها در کنار همدیگه هست ما بر اساس قرارگیری وضعیت کندل ها میتونیم روند های مختلفی رو در بازار ببینیم و مجموعه ای از احساسات، عواطف و ویژگی های هیجانی گران رو به این شکل رصد کنیم به این ترتیب الگوهای متفاوتی ایجاد میشه برخی از این الگوها الگوهای مستقیم و یا ادامه دهنده و یا کانتینیوس patterns هستند و برخی دیگه از الگوها الگوهای معکوس و یا ریورسال patterns هستند که تمامی این الگوها با هر نام خاصی که به خودشون تخصیص بدن صرفاً به صورت بصری و با مشاهده اشکال مختلف کندل ها قابل تشخیص هستند و در نهایت سطوح عملکردی و یا فانکشنال اریاز رو ما داریم که محدوده های مهم واکنش به قیمت رو تشکیل میدن ما صرفا بر اساس مشاهده و چگونگی برخورد قیمت به این سطوح میتونیم مسیر حرکت کندل ها رو پیش بینی کنیم و برای ورود به معاملاتمون تصمیم بگیریم این سطوح که با نام های سطوح پشتیبانی و در مقابل سطوح مقاومت هستند از جمله موضوعاتی یعنی هستند که در درس های آینده به بررسی اونها خواهیم پرداخت. اولین عنصر اصلی و کلیدی رو که کندل ها بودند در اینجا با جزئیات بیشتری با هم دیگه بررسی میکنیم. ما کندل ها رو به دو دسته کندل های بولیش و کندل های بیاریش تقسیم میکنیم. کندل های بولیش یا کندل های سعودی در بازار با رنگ سبز، رنگ آبی و یا رنگ سفید نمایش داده میشن. هر کندل چهار مشخصه اصلی داره. اون مشخصه ها عبارتند از قیمتی که آغازگر نمایش یک کندل هست به طور مثال زمانی که ما کندل یک دقیقه ای رو داریم ترسیم می کنیم در ثانیه های صفر ورود به کندل جدید رو داریم و اوپنینگ پرایس یا قیمت شروع ما ایجاد میشه در مقابل در آخرین لحظه ای که کندل ما بسته میشه ما کلوزینگ پرایس یا قیمت بسته شدن کندل رو داریم قیمت علاوه بر محدوده اوپن تا کلوز میتونه پا رو فراتر بذاره و محدوده وسیع تری رو به خودش اختصاص بده که قیمت های لو و قیمت های های دو قیمت کف و سقفی هستند که در یک کندل میتونه ایجاد بشه. محدوده بین اوپن و کلوز رو ریل بادی یا بدنه ی کندل نامگذاری میکنیم و فاصله بین قیمت بسته شدن و حد اکثر قیمت رو شدوی بالا و یا سایه بالایی و در مقابل فاصله بین قیمت باز شدن کندل و کف یا حداقل قیمت رو لاور شدو و یا سایه پایینی اسمگذاری گذاری می کنیم. دقیقا در مقابل این کندل ما کندل بیاریش رو داریم کندل نزولی که قیمت کلوزینگ و یا بسته شدن ما پایین تر از قیمت اوپن یا ورود به کندل هستش همونطور که ملاحظه میکنید هرچه که بدنی کندل ما بزرگتر باشه نشون دهنده قدرت و اراده بازیگردانان اصلی بازار برای ادامه یک روند رو به ما داره نشون میده و هرچه بدنی کندل کوتاهتر و کوچکتر باشه نشون دهنده شک دودلی و عدم توانایی بازیگردانان اصلی بازار در حرکت به سمت و سوی خاص داره اگر با دقت بیشتری اجزای کندل رو بررسی کنیم متوجه میشیم که با تمرین و تکرار در مطالعه کندل ها میتونیم رفتارها، ویژگی ها و پارامترهای مهم شخصیتی بازیگردانان اصلی بازار رو رصد کنیم و در نهایت تصمیم مناسبی رو برای ورود و یا خروج از معاملمون اتخاذ کنیم. دومین پارامتر مربوط به روند هستش که ما در پرایس اکشن تحلیل روند و یا ترند انالایزز رو داریم. ما سه روند و یا سه مسیر یا ترند حرکتی رو در بازار خواهیم داشت. روند سعودی، روند نزولی و روند خونسا در روند سعودی ما حرکت کندل ها رو به صورت متوالی و با های های بالاتر و یا کلوز بالاتر خواهیم داشت همونطور که ملاحظه می در این مسیر سبز رنگ ما حرکت سعودی رو داریم و برای اینکه یه همسان سازی و تعبیر مناسبی از حرکت بازار رو داشته باشیم از اون تعبیر به بول مارکت و یا بازار گاوی که نماینده یک حرکت تهاجمی و رو به جلو هستش رو معاملگران اون رو نامگذاری کردند. در مقابل روند نزولی یا بیر مارکت یا بازار خرسی از خصوصیات و ویژگی های بازاری هستش که به جای حرکت تهاجمی یک حرکت تدافعی و ساکن رو داره در چنین مسیرهایی میبینیم که لوها و کلوزها در بازار پایین تر از همدیگه بسته میشن و هر کندل ضعف و یا سستی در حرکت رو برای یک سهام یا شاخص خاص داره به نمایش میذاره و در نهایت حرکت خونسا رو داریم در حرکت خونسا که اون رو با نام شیپ مارکت نامگذاری کردیم حرکت سایدوی و یا افقی رو داریم دقیقا شبیه گله های که با سرعت کم و در یک مسیر ثابت حرکت می کنند ما می بینیم در برخی از نواحی بازار حرکت های ما نه سعودی و نه نزولی هستش بازار در یک محدوده بلا تکلیفی باقی مونده تا اینکه تصمیم بگیره و در کندل های بعدی بتونه مسیر حرکت خودش رو پیدا بکنه و به اون مسیر ادامه بده و در نهایت ما نواحی عمل کردی و یا فانکشنال اریاز رو داریم که شامل سطوح یا نواحی حمایتی و مقاومتی هستند همونطور که در این شکل مشاهده میکنید سطوح پشتیبانی یا ساپورت سطوحی هستند که قیمت زمانی که به اونها میرسه تمایلی به گذر از اون سطوح نداره و مجددا برمیگرده و به مسیر خودش ادامه میده از تکرار چندین برخورد به سطوح حمایتی ما ضعف اون سطوح رو میتونیم ببینیم در واقع حمله ای رو بازیگردانان اصلی بازار به ناحیه خاص انجام دادند بعد از اون ارزش اون سهام و یا کالا رو نتونستن از اون پایین تر بیارند و قیمت به سمت بالا حرکت کرده مجددا تلاشی رو برای برگشت به سطح قبلی انجام دادن این بار هم گذر این سطح ناموفق بوده و بعد از اون با یک حرکت شدید و ریزش سهام میبینیم سطح یا ناحیه رو که تا قبل از این نمایانگر یک سطح حمایتی بود به یک سطح مقاومتی تبدیل شده و با گذر از این سطح سهامداران اصلی بازار ارزش اون سهام رو بالاتر از این حد نمیدونند و با وجودی که برخی از سرمایه گذاران تلاش کردند از ناحیه حمایتی مجددا عبور کنند و به بالا برند این اتفاق نیفتاده و ناحیه حمایتی به یک ناحیه مقاومتی تبدیل شده